سلام آرزو هستم از پارکلی آرزو. امروز هم رسیدم خدمتتون با یک بال کلی با اسپند. امیدوارم که جواب نیتاتون رو بگیرین به قشنگی در هر جایی که زندگی میکنین، در هر آب و خاکی که زندگی میکنین. آرزوی صحت، سلامتی، سربلندی براتون دارم. امیدوارم همتون تک تکتون آرامش نصیبتون بشه، الهی آمین، و تک تکتون به مراد دلتون انشالله که به زودی برسید. آرزوی رویش، زایش، پیشرفت، موفقیت برای تک تک شما عزیزان از خداوند دارم. لطفا نیت کنید تا مثل همیشه با نام خدای مهربان فال اسفند رو شروع کنید. بسم الله. فال بدون زمانه، هر زمان خواستیم ببینید قبلش نیت کنید و بعد ملاحظه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو شروع میکنیم. مثل همیشه با نام خدای مهربون، با امید اینکه انشالله تمام اتفاقات خوب براتون رخ بده و هرچی توش خیر و برکته و براتون موفقیت و آمیزه براتون رخ بده، نتیجه خوب براتون داشته باشه انشالله. خب تصویری که الان داره برای من میبنده، به زودی برای حالا آقای یا خانمی که زیر یک سختی براتون شادی و موفقیت افتاده، قفلی که براتون باز خواهد شد انشالله، گشایش براتون هست. حالا برای رسیدن به یک موفقیت مشکل داشتین، به موفقیت میرسین، خانم یا آقایی که چشمای درشتی دارین یا عینک میزنین یا چشماتون توی صورتتون خودش رو خیلی نشان میده، زیر سقفتون موفقیت افتاده، به یک موفقیتی دست پیدا میکنین که براتون شادی داره. خصوصا دوستانی که پیرامون یک مسئله ثبت سند قانونی درگیر بودین، میرفتین به در بسته میخوردین، به مشکل میخوردین، برای این دوستان موفقیت افتاده. قطره پولی که دارم براتون میبینم، انشالله پولی داره بله رسی میرسه به زودی به دستتون. شما رو توی مزیقه مالی دارم میبینم، انشالله از این مزیقه مالی بیرون میاره. آقایی گذشته داری یا آقایی که در آستانه جدایی هستی، با خانمی در ارتباطی، هشدار بارداری دارم براتون میبینم. حالا این خانم گذشته دار هستن، بیوه یا متعلقه هستن، بارداری براتون افتاده. آقایی که یا گذشته دارید یا در آستانه جدایی، شکم برجسته بارداری برای خانمی دارم ببینم. حالا یا میخواین باردار بشین یا حواس هشدار داره بهتون میده. ترازو راه دادگاه ولی براتون حکم دوشو داره، انگار زیرش وایسادین، ولی این ترازو راه دادگاه براتون نفع داره، برد مالی داره یا اتفاق قشنگ مالی که براتون از راه دادگاه و قانون براتون میرسه. زمستان بسیار قشنگی داره. حالا این زمستون منظورم این نیستش که در زمستان هوا که سرد بشه شما به یک موفقیت میرسید، مثل پاییزه. از اول پاییز شاهد یک موفقیت خواهیم بود، این موفقیت که خیلی بابتش یا پاییزی کردین، برنامه‌ریزی کردین تا بهش برسین، ریشه داره، همینطور الکی نیست، یعنی انگار براش وقت گذاشتیم، براش زمان گذاشتیم و حالا بهتون داره جواب میده. به زودی پایکوبی براتون دارم میبینم، پایکوبی یا شادمانی داریم میکنین از یک دیدار و ملاقات. ببینین انگار آقا و خانمی که مدت ها همدیگر رو ندیدین یا بینتون بحث و بگو مگو مشاجره خنجر بحث بوده، دعوا داشتین، مشکل داشتین، هر چی که بوده داره میشه به دل احساسی دلی یا با همدیگه یک نسبت خانوادگی دارین، دیدار و ملاقات براتون افتاده. حالا زن شوهری رابطه احساسی دلی خنجر بینتون محصول گمگو بوده، یا اینکه از قوم و خویش هستین، خانواده‌ای که با همدیگه بحث و مشاجره داشتین، دوباره ارتباطتون با همدیگه شکل خواهد گرفت. به زودی شاهد یک موفقیت میشین، ولی موفقیتی که انگار خودتون تو یک فضای حالا مثل انگار از پیله خودتون دارین میایین بیرون و حالا به موفقیت میرسین. مثل افرادی هستن که بعضا دیدین کناره گیری میکنن، درونگرا هستن، وقتی ارتباط بگیرین یا بیرون بیاین از اون وضعیت فعلی خودتون، موفقیتی که نصیبتون میشه، یعنی از اون شرایط خارج شدن موفقیت افتاده. در رابطه با چه مسئله‌ای دارین اینقدر مقاومت میکنین یا نمیخواین پذیرا باشین؟ حالا از پذیرفتن کسی دارین ممانعت میکنین، دارین پسش میزنین، یا از شنیدن حرفی یا از یک موضوعی نمیخواین پذیرا یک مسئله یا موضوعی باشین، پس زدن یه چیزی رو براتون دارم ببینم که به ضرر خودتونه، ببینین آسیبش به خودتون میرسه. حالا
کسی رو دلی از خودتون دور میکنین، خودتون صدمه ببینین، موضوع رو نمیخواید بپذیری قبول کنین، به ضرر خودتون داره تمام میشه. پس حواستون لطفا جمع باشه. یک زنگ، یک تماس مرتبط با یک سقف براتون افتاده، این سقف مربوط میشه به یک شراکت کاری، تا یک وعده آینده این زنگ و تماس براتون خورده خواهد شد. دوستانی که توی شماره تلفنتون عدد 5، عدد 1، عدد 3 دارین، منتظر تلفن یا یک زنگ و یک تماسی باشین که براتون خنده افتاده، لبتون شاد میشه. یه چهار دیواری کلر رو دارم میبینم ولی واژگون میشه. زیر سقف کاری یا زیر سقف خونه‌ای که احساس آرامش نمی کنید یا ناراحت هستین، از این سقف بیرون آمدن براتون افتاده. مرتبط به یک موضوعی برای کسی خط نشون داری میکشین ولی اشتباه داری میکنی، یا براتون دارن خط نشون میکشن یا دارن براتون محدودیت های قائل میشن، ولی شما ببینی انگار با سر به سمتشون داری حمله میکنی، حالا یا به سمت دعوا رو دخوام بهتون بگم، یه بحث، یه بگو مگو از خط نشون کشیدن کسی یا از کسی که براتون داره شرط و شروط در رابطه یک موضوعی میذاره پذیراش نخواهیم بود یا نمیپذیریم. شاید داره خط نشونی میکشه که به ضررتون هستش. آقایی که داره این کارو براتون میکنه، حالا روبرو شدن یا برخورد خانومی با شماست، یا آقای این قیافه ایشون رو نمیبینم ولی به هر حال یه واکنش دارین نشون میدین نسبت به کسی که براتون داره یه خط قرمزهایی یا یه خط و خطوطی رو داره میکشه. آقایونی که ببینید کارتون به پلیس کشیده میشه ولی این پلیس از یک نزاع و درگیری دارم ببینم، دعوا، بگو مگو و شخصی که حالا یه پوشش خیلی خاصی هم داره، یعنی پلیسی که مثل حالت یه لباس خاص دارم ببینم، ورودی همچین کسی رو دارم ببینم برای یه بگو مگو یا یک دعوا یا یه بحثی که ورود یک پلیس افتاده، حالا مداخله یک شخصی که توی این ایده دولتی پلیس قانون پلیسه قشنگ بهتون ورود میکنه، برده حالا هر بحثی از هر نزاع هر درگیری که در فضای بازم دارم ببینم، این سقفی رو برای سرتون نمیبینم، یه جایی که مستقف نیست، فضای آزاد، خیابون، کوچه، بیرون، محله، تو کوچه، هر جایی که از تو پارک، فضای باز، یه بحث بگو مگویی که ممکنه منتهی بشه به مداخله پلیس یا قانون، کارتون به اونجا کشیده بشه. روی شخصی که زبدن زدین، پشت بهش کردین، دوباره ارتباطتون شکل میگیره. نمیتونین کبوتر از طرفش خبر میاری یا از طرفش یه زنگ، یه تماس، یه پیامی دریافت میکنین که دوباره به سمتش ارتباطتون برقرار میشه. دوباره میدین به سمتش، کشش بهش دارین، ارتباط دوستش دارین، زبدرتون الکی به صورت کاملا مقطعی باشه ارتباطتون رو قطع کردین. دقیقا در ماه دی یا دی ماهی هستید یا در ماه دی منتظر یک اتفاق خیلی قشنگ و خوشایند باشین که خوشحالتون میکنه. دروغ آقای یا پنهانکاری یا در خفا با شخصی که در ارتباطی که شما دوست ندارین، حالا ایشون رو من نمیتونم تشخیص بدم چون اصلا گویا نیست، فقط در چشم از این آدم برنمیداره، میتونه آقا باشه میتونه خانم باشه، حساسیت داریم ارتباطی یه آقایی با یک شخصی که انگارش آلرژی دارین، حساسیت پیدا کردین و ایشون ملکون اون شخص نیست، باهاش در ارتباطه و این باعث میشه تا در خفا باهاش قرار بذاری یا در خفا باهاش صحبت کنی یا پنهانی با اون فرد صحبت بکنه، باعث خروج این شخص میشه، یعنی این شخص ترجیح میده با اون فرد باشه تا شما. پس حساسیت بیش از اندازه شما نسبت به اون فرد باعث میشه تا بین شما و ایشون شخصی رو انتخاب بکنی که در خفا و پنهانی داره باهاش ارتباط میگیره. پس این اصلا قشنگ نمیبینم این قضیه رو. آقایی که به خانمی پشت کردی وصل دارم میبینم، راه دلیت بسته است ولی آقایونی که بینی بزرگی نسبتا روی صورتتون دارین یا بینیتون تو صورتش خودش رو نشان میده و الان پشت کردین، خانمی که پشت سرتون انتظارتون رو داره میکشه و شما هم کمتر از 1-2-3 وعده آینده به سمتش برمیگردین یا از طرف شما خبری دریافت خواهد کرد. تو وسط دل زندگیتون یک ازدواج، یک محرمیت یا متعهدین، یه خبر بسیار قشنگی رو به زودی دریافت خواهی کرد. و دیگه چیزایی که براتون افتاده، خب تیر و کمان براتون دارم ببینم، تیر رو میخواین رها بکنین و فقط حواستون باشه یه های همینطوری تیر رو رها نکنین، بیگدار به آب نزنین،
حالا درسته که من مسیری که داری میره روشن دارم ببینم، یعنی شاید پیگیری میکنی یا داره به تو میگه در رابطه با هدفی که دنبال کردی یا کاری که میخوای انجام بدی، تیری که داری رها میکنی به هدف میخوره، روشنه. ولی برای اینکه به هدف بخوره قطعا یه پیش‌زمینه اطلاعات با نمیتونم مرتبط با اون هدفی که دنبال داری میکنی اطلاعاتی رو حتما داشته باشی یا کسب بکنی. مهر جدایی که برای دوستان خورده میشه که البته خانمی آقایی که چشمایی تقریبا کشیده ای دارید خروجتون از دایره زندگی دارم ببینم، هم ببینید انگار دو طلاقه میشین یا دو بخته هستین یا دو بار طلاقتون میدن یا کمکاری جدایی قشنگ مهرموم شده، شما خروجتون از دایره زندگی افتاده. خانمی که چشمایی کشیده داری، خانمی که چشمایی کشیده داری جدایی برات افتاده، جدایی داری میری، دو تا مهر افتاده. یه گذر ببینین دقت بکنین، یه آقای منتظر شماست، شما داری این قشنگ محکم کاریاتون رو میکنین، جداییتون رو انجام میدین، ولی در مقابل یه آقای دیگه قرار میگیرین. حالا یه آقای تو زندگی شما الان هست یا بعد از یک محکم کاری و جدایی یک آقای پیش روتون روبروتون سبز میشه، اینکه در مقابلتون میسته. حالا یا انتظار این جدایی رو دارین آقا برای ارتباط مجدد با شما دو بیاد ایشون وارد رابطه یا زندگی شما بشه، یا اینکه اصلا میشناسینش، یا اینکه نه اصلا بعد از یک جدایی که خیالت راحت شد جدا شدین شخصی در مقابل شما قرار گیره. میتونه دوستان گذشته دار هم معنی بده، به زودی به شخصی به زندگیتون ورود میکنه. مریض دارین، ولی مریضی و کسالتی که تو ناحیه شکم، معده، روده، گوارشتون دارن براتون میبینم، ولی راه دوا و درمانم نمیرین. حالا دارین خودتون و خودتون نمیدونم، حالا ببینین درد دارین میکشین ولی راه دوا و درمان هم نمیرین. کسی رو دارین اینجا که ازتون پرستاری دارین میکنه ولی اذیتش دارین میکنین، خستش دارین میکنین، درد دارین، مریضین، به جا خوابیدین، حالا تو این محوطه، تو این محدوده شکم من دارم ببینم، دارین رنج میبرین ولی دوا و درمان نمیکنین و اون کسی که از شما داره نگهداری میکنین چشمش رو هم بسته، خستش کردین یا خوابش میاد خسته است یا از نگهداری و پرستاری بیش از اندازه شما دیگه داره خسته میشه. بریم ببینیم دیگه چی میگه، دیگه چه اخباری رو برامون داره. خب خبره خوب به همون داره میده. اولا که تا 5 وعده بسیار نزدیک دیدار و ملاقات براتون سر میگیره، از این دیدار و ملاقات کیسه پول افتاده، یه نفع مالی به تو میرسه، حالا برای کار، کسب و کار، ورود به بازار کار، یا مرتفع یا مربوط میشه به یه موضوع کاری که توش یه نفعی براتون داره. شاید مذاکره‌ای داریم و کسی میکنی، ملاقات کاری میکنی، قرارداد کاری با کسی میخواین امضا بکنی که بالای سرش براتون کیسه پول افتاده، یه نفعی هم به شما میرسه، یا شما اصلا زی نفعی برای این قرار و این ملاقات، چون نفعی برای شما هستش. ردیف شدین، قطار شدین و داریم میرین توی یک قرار، توی یک ملاقات دادگاهی حاضر بشین. نفراتی که دارین به ترتیب حاضر میشین، هم شاکی، ناراحت از یک موضوعی که دارین یک مسیر راه دادگاهی و قانونی رو میرین ولی این دادگاه و قانون سر نمیگیره، یا به خاطر این افرادی که تجمعی که حضور کرد، یا افرادی که حاضر شدین برای این حکم دادگاهی، دادگاه شما تعویق خواهد افتاد. حالا یا دارین شلوغ کاری میکنین، نفرات زیادی هستین، یا بیش از اندازه افرادی که حاضر شدین، هر چه هستش که این قرار ملاقات دادگاهی شما رو مقدر دارم ببینم که به تعویق میفته. دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف ر، حرف دال دارین، حرف ن، حرف جیم دارین، به زودی یک مسئله، حالا هر کدوم از این حروف برای هر کدوم از دوستان که هستش، به زودی پی به یک رازی میبرین که شدیداً به همتون خواهد ریخت. کسی به زندگیتون داره ورود میکنه، حالا آقا یا خانمی که داره به زندگیتون ورود میکنه، ظاهراً یه آدمی هستش که دل به سمتتون داره، یا آدمی هستن که دلداده شما هستن، یا قلبن دوستتون دارن، یا دارن میگن که دوستتون دارن، عنوان میکنن دوستتون دارن، ولی عملا با شما صداقت ندارن، یک تایمی با شما ارتباطشون برقرار میشه، بعد از یک مدت ایشون پشت میکنه به شما و میره. یه مدت مقطعی رو دارن میبینن با شما خواهد بود، تا یک وعده آینده یک پول به دستتون خواهد رسید. یه مشکل وسط دل زندگیتونه، یه مشکلی که الان داره بدجور اذیتتون داره میکنه، آره، یا ناراحتتون داره میکنه، در هر موقعیت و وضعیتی که الان هستین، چه مجرد این، چه متأهل این، چه شاغل این، چه بیکار این، یه موضوعی داره
بعد جور روی اعصاب شماست یا داره اذیتتون میکنه. ولی همین مشکل رو ببینی، راههایی که براش افتاده، فقط کافیه که دیدار و ملاقات با شخصی انجام بدین برای حل همین مشکلی که فکر میکنی حل شدنی نیست و این مشکل شما به دست دیدار و ملاقات با شخصی حل میشه. راه براتون بازه، راههای فراوانی برای رسیدن برای حل این مشکل براتون دارم میبینم. دیدار و ملاقات با شخصی انجام میدیم و این مشکلی که ذهن شما را درگیر کرده، حالا میتونه باشه مشکل کاری باشه، احساسی باشه، برای جداییتون باشه، برای ازدواجتون باشه، برای سفرتون باشه، یه چیزی که الان به عنوان یک مشکل، به عنوان یک معضل وسط دل زندگیتون هست، طی یک دیدار و ملاقات راه براتون باز خواهد شد. ثروتی که داره از آسمون براتون میاد، مثل یک مال، پول، ثروت بادآورده رو دارم میگم، ارث، هر چیزی که هست، چیزی که از بابت زحمت و تلاشی نکشیدیم، حالا هر پولی که داره به دستتون میرسه یک از آسمون داره براتون میباره. انشالله هر چی که هست خیر، رزق، روزی، برکت، آسایش براتون باشه. تو دل زندگیتونم کسی رو دارم ببینم، امیدوارم شما نباشین، ولی شخصیتی هستین که اگر با کسی هستین مادیات در اولویت زندگی شماست. شاید کسی رو دل دوستش داشته باشین، احساس به کسی داشته باشین، یا تو دل زندگی یا تو دل یک رابطه هستین، ولی الان من تو قسمت اول یا تو اولویت فلش داره مادیات رو به من نشون میده. حتی اگه تو رابطه هم باشی یا بخوای با کسی وارد ارتباط بشی یا با کسی ازدواج کنی، اول باید بود مادیات، پول، چی داره چی نداره، اینو براتون اهمیت داره، چه خانومی چه آقا فرقی نمی کنه. کسی رو که دوستش داری یا کسی رو که بهش احساس داری، این احساس یا این دوست داشتن که در حد، حالا کلمه قشنگی نیست ولی مثل پرستش، انگار دولاراست میشه، مثل عبادت کردن، کسی رو واقعا از جون و دل دوست داری و اون شخص هم شما رو صادقانه و واقعا دوست داره، خصوصا دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف یه حرف حتی با هم بحث و بگو مگو هم میکنین ولی غالبا دوستتون داره و اصلا اینکار مطیع شما، هر چی شما بگین گوش میکنه، دلشو داده به شما، اصلا غالبا مثل حالت علاقه بی‌وصفه که نسبت به شما داره و شما این خودتون میتونین و حتی قصدانیتش هم با شما این هستش که یک زندگی مشترکی رو داشته باشه و تو اسم یا فامیل دوستانی که این گروه هست بیشتر مصداق داره، دوستانی که حرف ر داریم، دوستانی که حرف الف داریم، دوستانی که حرف عین داریم، دوستانی که حرف ی داریم، حرف ز داریم، ر ز ز دارین، هر چی که هستش براتون خیلی قشنگ دارم میبینم. پروانه که میره، رویا پردازیایی که دارین میکنین نشه براب بشه، حالا نسبت به بزرگی که اصلا تلاش نمیکنین، فقط چشم لختی میگه این پروانه شما یا اون خیال پردازی و رویا پردازی که دارین میکنین به واقعیت بپیونده ولی اتفاق رو شکل نمیگیره، بابت چیزی که فقط چشم دارین بهش اتفاق نمیفته. بعد حرکت کنید، تلاش کنید تا اون رویا یا اون چیزی که ذهنتون داری بهش دارین فکر میکنید به واقعیت بپیونده. همیشه میگن چیزی رو که دوست داری بهش فکر کنید، خودتون رو در اون موقعیت قرار بدین، قطعا به اون میرسید، ولی با تلاش و همت. و دیگه قدرت افتاده، شخص قدرتمندی که لب خندان داره، حالا پول داره، مال داره، سمت داره، اسم و رسمی داره برای خودش، به زندگیتون به زودی پا میذاره یا قدمی براتون برمیداره یا داره وارد خندون، با لب خندون داره به زندگیتون ورود میکنه، باهاتون در ارتباط میشه یا ازش حس خوب دارین دریافت میکنی. هر کسی که هستن آقایی هستن که داره وارد یک ارتباط داری میشین وارد یا داره با لب خندون کاری براتون میکنه، چون داره ورودش رو براتون داره میده و ورود بسیار روشنی که براتون داره هم میبینم. در چه مسیری میخوایی حرکت بکنی؟ در هر مسیری که قدم داریم برمیداریم براتون موفقیت، پیروزی دارم میبینم. حالا هر کاری که داریم میکنی مرتبط با هر موضوعی که میخوایی اقدام بکنی براتون پیروزیتون رو 100% میبینم، خصوصا دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف میم دارین، ام براتون افتاده، دوستانی که راه احساسی دلیتون بسته است، شخص مقابل هم نسبت بهتون غمگینه، هر دو از دست همدیگه دلخور هستین، کمتر از یک وعده آینده شما ارتباطتون با همدیگه شکل میگیره. شخصی داره با سر وارد یک رابطه یا وارد یک زندگی میشه یا کسی استقبال از یک رابطه دلی و احساسی داره میکنه، آقا یا خانمی که از یک دل جلو افتاده،
حالا یک خواسته دلی شماست، یه چیزیه که برات مهیا داری میشه و به قول برات چی میگن شدیدنم خوشحالتون میکنه و وارد میشه و با سر پذیرای اون قضیه هستین، دلی به سمتش میدین. هر چیزی که از خواسته دلی شماست، یا یه رابطه دلی و احساسی یا ازدواج و محرمیت رو میتونه پذیرا باشه که کسی یا موضوع یا چیزیه که شما واقعا بهش علاقه داری یا دوست داری که زودتر بهش دست پیدا کنی و این اتفاق هم براتون به زودی رخ خواهد داد. یک جشن شادی شرکت کردن، یک جمع دارم براتون میبینم، جشنی که پایکوبی میکنی، ولی تو این پایکوبی خانمی که غمگین دارم میبینم. ببینید یه بگو مگو بینید خانم آقای شکل در جمعی که پایکوبی شادیه، حالا مراسمیه، مراسبتیه، ازدواجیه، عشق خانمی در میاد یک داره بحث بگو مگو مشاجره و تو جمعی که راز یا مخفی کاری آقایی برملا خواهد شد و خانمی که عشقت در میاد گریت رو دارم میبرم، یعنی غمگین بودن از یک راز در جمعی، در فضایی، در یک جای شلوغ، به زودی پی به راز همسر شخص احساسی یا آقایی میبری، رازی که به زودی برملا میشه و ناراحتی تو دارم میبرم. امیدوارم که اتفاقات بعد برای کسی رخ ندی، همچین چیزایی رازایی در همچین جاهایی. البته جمع و شلوغی و مهمانی و اینا میتونه حتی یک فضای مجازی و شلوغ بلوغ هم معنی بده. کبوتری که داره به سرعت بهتون خبر براتون میاره، خبری که براتون خبر از یک ساک داره میاره، یا مسافر دارین یا داری باید مسافرتی رو داشته باشین. اگه منتظر یک سفر هستین یا میخواین مسافرتی برین یا از یک مسافر راه دور خبر منتظر خبر هستین، خبر به زودی به گوشتون خواهد رسید. از یک چهار دیواری، کسی که توی یک چهار دیواری هستی، غمگین هستی، آزادی تو از یک چهار دیواری دارم میبینم. به روشنه خروج میکنی، چشمی که غمگین، خروج راهی که برات باز میشه و خروج تو از یک چهار دیواری. حالا این چهار دیواری کاری هست یا در اسارت هستی، خروج، رهایی، خلاصی، یا در هر جایی که توی یک قید و بندی هستی و از اون قید و بند یا تو اون فضای بسته که محدودیت داری میخوای خروج بکنی و این اتفاق برات رو خواهد داد. قصد دست کشیدن از نشنیدن کی داره؟ شما یا شخصی دیگه تصمیم میگیره که اون دیگه بشنوه، بالاخره این گوش رو میخواد شنوا کنه، بشنوه چه خبره، چی میگیم، چه خبره دور و برش، پیرامونش. خودتون هستین، خودتون نمیخوای از اخبار پیرامونتون با خبر بشین، حالا تصمیم گرفتین بشنوین، یا کسی هستش که باش دائما دارین در ارتباطین، دارین صحبت میکنین ولی قصد شنیدن نداشته، بالاخره میخواد که اینو بشنوه، بفهمه، دور گوش کنه، متوجه بشه پیرامونش چه خبره. آقایونی که سیگاری، آقای خانمی که چشای خمار برات دارم میبینم، یه چیزی استفاده داری میکنی، خانم یا آقایی که چشماتو میبینی حالت بسته تقریبا، به واسطه این چیزی که داری استفاده میکنی از دایره زندگیت میری بیرون. شخصی که خیلی خشمگین، حالا صورت پری دارن، توپلن، صورت پرگونه دارن، باید برخورد میکنی یا بحث و بگو مگویی که منتهی میشه به خروج شما از دایره زندگی آقا یا خانمی که البته که یه قدمی هم برات کسی داره برمیداره ولی فایده نداره، شما اینو بل نمیکنی. همینجور ببین تو هر حالتی دم دهنتون یه چیزی رو دارم میبینم، اعتیاد به یک چیزی دارین که ولکنش هم نیست و این باعث ترک یک زندگی یا موقعیت کاریتون خواهد به واسطه این قضیه. حتی گفتم پایی هم انگار وساطت داره میکنه یا کمکتون میکنه برای خروجتون افتاده. سر اسب رو میبینیم، اسب یعنی یا به سرعت خبری به گوشتون میرسه یا اسب مراد شماست، به زودی به خواسته دلیتون میرسه. در هر حالتی که هست، چه خبری به گوشتون میرسه چه به مراد دلتون انشالله که به زودی میرسی، شما داری از این قضیه استقبال میکنید. پس منتظر یک خبر هستین، منتظر هستین تا به آرزوتون، به مراد دلتون برسید و این به سرعت به گوشتون خبری میرسه یا به مراد دلتون به زودی میرسه. حالا هر چیزی که خواسته دلی شما هست و شما ازش دارین استقبال میکنین، آغوشتون بازه برای این خبر یا اون خواسته دلیتون انشالله. دلی رو که یه تیکه و یه چیزی بهش وصل افتاده، از یک چهار دیواری ارث و میراث بهتون میرسه. شما از این چهار دیواری روشن، حلال، بکر، سالم، سلامت، یه مال پاک حق میدارین، سخت میدارین که به زودی به دستتون خواهد رسید. دوستانی که تو اسم و فامیلتون مثل هی و یه
حالا مثل چی میتونه باشه؟ هی که به یه چسبیده، هی جیمی به یه چسبیده، میتونه وحید، مثل حمید، مثل هر اسم خانم یا آقایی که هی جیمی یا یه بهش چسبیده، خبر یا برای شماست یا از طرف همچین شخص خبر براتون افتاده. به زودی یک ثروتی به دستتون میرسه، ولی این ثروتی تا تقسیم نشه یا سر تقسیم این مال کارتون به ترازو راه دادگاه میرسه، ترازو در راه دادگاه، و بالاخره یک مالی که تقسیم خواهد شد شما سهمتون از قانون و دولت خواهیم گرفت. به زودی شخصی پا به زندگیتون میذاره، کسیه که یه آدمه، هم شما خوششانسید، هم شخصی که داره به زندگیتون ورود میکنه، یا هر دو آدمای خوششانس و آدمای موفقی هستید. هر کسی که از دلیل راه احساسی و دلیل رو با هم آغاز میکنید، دوستی احساسی ازدواجی، و بسیارم خوششانس و موفق دارم میبینم چون یا یک ازدواج بسیار موفق در پیش داری، خیلی هم زمان دوری نیست، به زودی اتفاق براتون رخ خواهد داد. انگشتری که اینجا داره شکسته میشه، جدایی براتون افتاده یا نامزدی و ازدواج که به هم میخوره، ولی به خاطر عدم سلامت کسی دارم میبینم. یه مشکلی دارین، یه سلامتیتون مشکل داری، یا کسی که بیماره، یا کسی که، یا شما، حالا یه مشکلی بینتون هست، یا کسی که مشکل براتون ایجاد داره میکنه باعث جداییتون داره میشه. حالا یا کسالتی یا مریضی یا بیماری شماست، یا شخصیه که داره باعث مشکل یا بیماری یا کسالت شما شده، یعنی به همتون داره میریزه و منتهی به جدایی شما خواهد شد. حالا میتونه حتی مریضی و کسالت هم باشه ها، این هم میتونه معنی بهتون بده. اگه پیرامون یه راه دادگاهی پیگیر یک قضیه قانونی دادگاهی هستین، من دارم میبینم از یک خبر راه دادگاهی قانونی که خیلی هم از بابتش برو بیا کردی بال ندارین، خوشحالی یا خبر خوشی که به سودی انشالله در راه دارین. توی یک مراسم دعوت میشین، یا به یک جشن یا به یک شادی دعوت میشین، هی دارین پا و پا میکنین، حالا برای حضور یا برای رفتن توی این مراسم دو دلین یا تردید دارین، حالا بنا به هر دلیلی هست توی یک مراسمی که اگر شرکت کنی به نفع شماست، چون تو اون مراسم و تو اون مناسبت یا تو اونجا یه راه احساسی و دلی دارم ببینم شکل میگیره. حالا این یا راه احساسی و دلی، یعنی شما تو جمعی حاضر میشین، تو اونجا شما علاقه من به کسی میشین یا کسی به شما علاقه من میشه، یا این راه و دل افتاده، راهی با کسی آشنا میشین که راهی براتون باز میشه تا به خواسته دلیتون برسید، میتونه انگار تو جمعی در فضایی با کسی ملاقاتی انجام بدید که شما رو در رسیدن به خواسته دلیتون یا راه احساسی و دلیتون کمکتون بکنه، این هم میتونه معنی بده. خب یه ترازو، یه راه دادگاهی، البته ترازو نیست، مهر روشن براتون دارم میبینم، یک ثبت و یک سند رو داره بهتون میگه، ثبت و سندی که شما رو در رسیدن به آرزوتون کمکتون میکنه و دلتون رو خیلی شاد میکنه. هر چه که از این ثبت، این سند، این کار قانونی برمیگرده به یک شراکت کاری یا زندگی مشترک، چیزی رو تو زندگی مشترک داریم به نامتون میکنن، یا چیزی رو تو یک شراکت کاری داریم با هم که قراردادی رو امضا میکنیم، تفاهم میکنیم، امضا میکنی، متعهد به هم دیگه میشین، در جایی رسمیش داری میکنی، چیزی به نامتون داره میشه، هر شکست خوشحالی براتون افتاده و موفقیت به آرزوتون میرسه، این کار یه چیزی بوده که دوست داشتی اتفاق براتون رخ بده. دوستانی که در خفا پنهانی دارین قرار رو ملاقات میذارین که به حساب خودتون فکر میکنین کسی هم متوجه نیست، دقیقا شخصی رو پشت سرتون دارم میبینم که به سمتتون داره میاد. پس یا از حضورتون یا از قرار رو ملاقات های پنهانی که دارین میذارین کسی متوجه است، قشنگ نشسته داره نگاهتون میکنه، یا داره پیگیریتون میکنه، یا داره رصدتون میکنه، یا پیگیرتونه ببینه شما با کی کجا دارین قرار میذارین. حالا این قرار و ملاقات میتونه پیام‌ها، تلفن‌ها، زنگ و تماس‌هاتون باشه، یا دیدار و ملاقات‌هایی که داریم به صورت مخفیانه و پنهانی می‌ذارید. خانم‌ها تو ناحیه چشم زیبایی براتون افتاده، حالا و تو ناحیه دهان، حالا لب و دهنتون رو دارین یه کاری می‌کنی، یه زیبایی براتون، زیباییتون افزون‌تر خواهد شد و تو ناحیه چشمتون یه زیبایی براتون افتاده. اگه مریض داری یا کسی که به جا خوابیده، روح درمان براش افتاده، باید روی تختی یه تایم بستری بشه، نه یه تایم استراحت باید بکنه
تا بتونه بلند بشه. یه خبری به گوشتون میرسه که خبری که خیلی خوشایندتون نیست، شاید یه تایمی هم حتی به همتون بریزه یا ناراحتتون بکنی، پرچم سیاه از خطر اخبار بد، ناآرامی، تلاطم، به هم ریختگی داره صحبت میکنه، ولی مقطعیه، یعنی یه چیز پایدار نیست. یه تایمی یه خبری به گوشتون میرسه، تمام میشه، میگذره میری یا فراموشش میکنین چی بوده، ولی اون لحظه در اون زمانی که این خبر رو شما بشنوید یه قدر ممکنه به هم بریزیم، ناراحتتون بکنه. از سقف، یک سقفی که براتون بسیار روشنه، ورود به این سقف رو براتون دارم ببینم، ولی سقفیه که به صورت ببینید چراغ جادو معجزه وار وارد یه سقف میشین. حالا این سقفیه که نشدنی بوده یا ورود به این سقف فکر میکردین امکان پذیر نیست، تحصیلی، کاری، زندگی، ازدواج، نمیدونم مهاجرت، مستقر شدن در یک سقفی در جایی هست، هر چه که بوده چراغ جادو براتون افتاده، یعنی یه چیزی که شما فکر میکنید امکان پذیر نیست براتون شدنی میشه، امکان پذیر میشه. راه احساسی و دلی کمتر از دو وعده آینده، دوستانی که همدیگه رو دوست دارین، کسایی که پیگیری این قضیه هستین تا زودتر رابطتون سرانجام پیدا کنه و به ازدواج منتهی بشه، به زودی ازدواج براتون سر میگیره. کمتر از 6 وعده آینده این اتفاق براتون رخ میده، یا 6 وعده از پیگیر هستین یا تا 6 وعده آینده پیگیریتون جواب خواهد داد و بالاخره با هم دیگه زیر یک سقف قرار خواهیم گرفت. یه پول به دستتون میرسه، دارین ساعت شماری یا لحظه شماری میکنین برای استن یک مال، برای استن یک پول، و این پول به زودی تو دستان شما خواهد بود. هر پولی که هست شما مثل ساعت شنی انگار دارید همینجور دونه هاش تونتون میرزه، دیگه داره ساعت اتمام اون زمان و پولی که تو دستان شما خواهد بود. خب و دیگه چیزی که براتون افتاده، دوستان که جویای کار هستی یا پیگیر کاری هستی یا دنبال کاری هستی به کسی که به شما پشت داره میکنه، مثل کسی که بهتون یه قول و وعده داده ولی الان خودش رو مخفی داره میکنه، یا یه وعده وعیدی بهتون داده برای کاری ولی الان توجه نمیکنه، پشت کرده، خودشو قایم میکنه، خودشو نشون نمیده، یا روی خوشی بهتون نشون نمیده، به 3 وعده آینده تکلیف شما با این آدم روشن میشه. این کار یا شدنی یا نشدنی بالاخره خودشو نشون میده یا حاضر میشه، میبینینش، باهاش دیدار و ملاقات قطعا خواهید داشت. یه موضوعی بالاخره سر در میاره، ببین سر از آب بیرون آوردن یک مسئله رو دارم میبینم، اگه چیزی رو مخفی کردن یا زیر آب قایمش کردن یا چیزی بوده که مخفی پنهان بوده به زودی برملا خواهد شد. حالا هر موضوعی که شما حتی مثبت چه منفی دارین مخفی میکنین، پنهانش دارین میکنین، به زودی این برملا خواهد شد، میاد روی آب، همه اینو متوجه خواهند شد. از شخصی که مهندسه، شخصی مهندس، از یک مهندس اگر بیخبری خبر براتون افتاده یا پیگیر یک مهندس هستید یا شاید رشته تحصیلیش مهندسی خوندن یا برای از طرف یک مهندس براتون خبر افتاده. دیگه براتون دل که زیاد براتون دارم میبینم، انشالله که چشم بوختیم به دلی، حالا دلداده هستیم به زندگیتون، چشم بوختیم، چشم به یک زندگی داریم، به یک زندگی که توش روشن بشه، آرامش بشه، خوشبختی بشه، یک دوستی خیلی قشنگ، یک زندگی، یک ازدواج، یک محرمیتی که روشن بشه، قشنگ بشه، یا زندگیتون از یک تلاطم و ناآرامی تمام میشه و آروم بگیره، انشالله این اتفاق قشنگ براتون رو خواهد داد. البته که اگه اونایی که سرک به زندگیتون میکشن نمیخوان آرامش شما داشته باشین، سرش رو از زندگیشون یا سرش رو از زندگیتون بیرون بکنن، این آرامش خیلی زودتر به دستتون خواهد رسید. از شخصی که تو اسم فامیلش حرف ب حرف جیم داره یا ب داره یا جیم داره و تو شماره تلفنش 2-0 و یه دونه یکم باید داشته باشه، خبر براتون افتاده. دوستانی که میمه مثل حالت نستعلیق نوشته شده، حالا یا خطاطی میکنی یا میمه خیلی بزرگ یا پایان اسمی یا پایان فامیلی میم داره، میم بزرگ دارم میبینم، خبر براتون افتاده، خبری که از سبزی، رویش، موفقیت، زایش داره، یعنی ارتقا، پیشرفت، رشد، روشنایی رو داره بهتون مژده میده. میم بزرگ، هر فامیلی یا اسمی که میم بزرگ، میم آخر براتون افتاده. از حمید خبر براتون افتاده یا تو اسم فامیلیت اگر همین داره، از شماره تلفنی که توش 9 داره، 0 داره، خبر براتون افتاده، مرتبط با قهر، کاتی، جدایی، بحث، بگو مگو،
آشتی براتون صلح دارم ببینم. البته یه سری کدورت افتادی یا با هم دیگه سر یه موضوعی سر بحث و جدل میکنی، ولی در انتها با هم سازش میکنی این بحث رو بدون مدل به هر مسئله که هست بالاخره با هم دیگه بعد از یک کنتاکت، بعد از اینکه حالا صحبتاتون رو با هم بکنیم بالاخره آشتی میکنیم، یه دیدار و ملاقاتی داریم و هم انجام میدیم. این دیدار و ملاقات هر چه که هست مربوط به یک سخت میشه، برای کار، برای خونه است، برای نمیدونم اقامت در جایی هستش، برای تحصیل هست، یه دیدار و ملاقات یا یه نشستی که براتون سقف روشنی در انتظار شما خواهد بود، یک جایی که شادی توش داره، حالا مثل سیرک، مثل کنسرت، نمیدونم یه جایی که توش شاد میشینم به زودی توش حاضر میشین. حالا به یه کنسرت میریم، به یه جایی که توش شادیه، سیرک، نمیدونم چادر زدن، مثل جایی که یه جایی رو پوشه، سوله، چادر، کنسرت، موسیقی، نمیدونم یه جایی که تو شادی داری میکنی، خوشحال میشه از تو فضا، حضور در اون فضا براتون شادی افتاده، انشالله به زودی تو اونجا حاضر شدن براتون افتاده. تا 4 وعده آینده از یک بیخبری به زودی بیرون خواهیم آمد. با آرزوی بهترین ها و انشالله زنیم تا دیداری بعد. خدا نگهدار. فاطمه یاوسی.